20 خرداد که مدارس تعطیل شد برای خودم 3-4 تا برنامه در نظر گرفتم، 4 تا هدف که به امید خدا در تابستون بهش رو بپردازم. اولینش رو ای بود که آخرین کتابم، یعنی 25 کتابم که یه انتشاراتی بین المللی در آلمان منتشر کرد و تو سایت های مختلف دارن میفروشنش، تا 200 دلار هم دارن میفروشن، اینو گفتم ارتقا بدم. این کتاب که در واقع حدود 40% برگرفته از رساله دکترام هست که تو سال 87 تو دانشگاه میسور ازش دفاع کردم، دیگه راجع به تئوریای آموزشی سیاسی خودم هم تو روش تدریسم هست، گفتم بعد نقد و رد حدود 20 تا تئوری بسیار معروف مثل تئوری ساختمگراها، ویگاتسکی و پیاژه و دیویی و اینا، اندراگوژیست ها، اینا رو نقد و رد کردم و بعد روش تدریس هایی که متدولوژیست ها یا روششناس های امریکایی و غربی و روسی و اروپایی بر مبنای تئوری های تئوریسین هاشون ارائه دادن، اونا رو هم با دلیل و برهان ریجکت کردم، رد کردم و بعد دو تا تئوری آموزشی سیاسی خودم رو فرمیوله کردم و بر مبناش روش تدریسم رو که گفتم یه روش تدریس آگاهی تعالی و رهایی بخش هست و در واقع یه ابزار دیپلماتیک هست برای گذر مسالمت آمیز راحت تر به دموکراسی و تمدن. خب اونجا دانشگاه میسور بود، من گفتم در سطح بین المللی کاری رو ارائه بدم و این کار رو کردم. این کتابم که گفتم 14 تا فصل داره، 800 حدود 700 صفحه است، به زبان انگلیسی هر صفحه 40 خط. این 14 فصلشو 8 فصلشو به امید خدا ارتقا دادم، فرستادم برای دوستان در داخل و خارج از کشور، به خاطر اینکه این مافیا احساس میکنم اصلا یه تیمی تشکیل دادن برای مخفی سازی و معدوم سازی آثار من. میتونم راجع به یه ویدیو بذارم مثلا صحبت کنم راجع به این قضیه. در هر حال من با امید خدا این کارو انجام میدم. مافیا هم امروزا داره به من میگه که باید از مشهد برم. خب من اومده بودم پیش امام رضا، حالا این رهبر مافیا کیه که این جرأت رو داره، این جسارت رو داره به یه نفر مثل من این حرف رو داره میزنه تو دهه سوم قرن 21؟ در هر حال میگفتم باشه، آپارتمانم رو میفروشم میرم. حالا هم آپارتمانم رو چندین املاک گفتم که مشتری پیدا کنن، حتی به دوستام گفتم اگه مشتری پیدا کنید با همین قیمتی که عرفش هست بفروشن، 100 میلیون تومان به شما شیرینی میدم. اینجا هم میگم کسی این کارو کنه 100 میلیون تومان بهش شیرینی میدم که من اینو بفروشم. این دهمین آپارتمانی بود که عوض کردم در مشهد توی 22 سالی که اینجا هستم. مافیا ولم نمیکنه. به من میگن، یه بار به من گفتن، یکی از در واقع طالع منو دیدن، گفتن که اجازه ندن اندیشه من درس کنه و واقعا هم همینطوری از من حدود 200 کتاب مقاله نوشتم، الان دارم بررسی میکنم میبینم اصلا اینا رو منو به تله انداختن، یه ژورنال های منتشر کردن، شاید 10 نفر هم این مقالات منو ندیدن. حالا لازم باشه من ویدیو میگیرم میذارم برای شما، مثلا تو اسلاید شیرم هم حتی گذاشتم، تو اسکریپت هم گذاشتم، اصلا 10 سال گذاشتم 2 نفر ندیدن کتابه بی نظیر در سطح بین المللی. گفتم تو لینکدین یه سایت مربوط به اساتید دنیا هست، مقرش در دنیای امریکا هست، من 6000 تا فالوور پیدا کردم بعد حدود 2-3 ماه حذفم کردن از اونجا. 6000 استاد دنیا منو فالو کردن. در هر حال من امیدوارم که بتونم این آپارتمانم رو بفروشم برم همون شهرستان خودمون، یا از ایران برم، حاضرم هر کشوری در هر جای دنیا بتونم برم. شده توی روسا فقط کتاب مقاله بنویسم، واقعا لذت میبرم از کتاب مقاله نوشتن و واقعا خداوند رو هزاران بار شکرم که یه علمی به من داده. من احساس میکنم اگه 100 سال دیگه هم این علمم رو بخوام رو کاغذ بیارم در قالب کتاب و مقاله، باز کم میارم. الان خیلی ها به من میگن که بیا به ما خصوصی زبان درس بده، آیلتس، تافل، فلان، مکالمه، گرامر، رفع اشکال. من نمیپذیرم، چون من معتقدم که این علمم رو باید یه جورایی فرمیوله کنم در اختیار علاقمندا قرار بدم به هر ترتیبی که میتونم، فضای مجازی که دارم این کتاب ها و مقالات رو رایگان در اختیار همه قرار دادم. ضمن این که برای این گلوبل تیچر پرایز هم نامینیت کردم خودم، و این یه مسابقه است بین معلم های دنیا
که به معلم اول دنیا که مثلا موثرترین کارا رو انجام داده باشه یه جایزه 1,000,000 دلاری میدن. من بهشون گفتم من جایزه شما رو نمیخوام، من برای خودتون، فقط این حق منو از من نگیرید، من میتونم بیایم با هم دیسکاشن داشته باشیم ثابت کنم که معلم تو دنیا، حتی استاد دانشگاه، کاری علمی رو که من تولید کردم با این کیفیتی که من تولید کردم با این اهدافی که من براش ترسیم کردم برای علمی که تولید کردم و این کار رو نکرده هیچ کس در دنیا. حدود 200 کتاب مقالم رو تو سایت امینا آپلود کردم، رزومه رو براشون فرستادم، حالا منتظرم ببینم نتیجه چی میشه که بعد ادامه بدیم. تنها هدفم این است که در سطح بین المللی مطرح بشم، البته برای این که تئوری ها و روش تدریسم مطرح بشم تا بتونیم بدین سیاق به قول معروف راحتر و سریعتر به اون مدینه فاضله‌ای که مد نظر تمام بشریت هست برسیم، که یه دنیای آزاد و آباد و متمدن و سرشار از صلح و صفا و دوستی هست. من معتقدم که کاری که من کردم، بالاخره من قبلی که معلم باشم نویسندم و قبلی که نویسنده باشم محققم، من میگم که من استحقاقی رو دارم که نوبل پرایز این ایژوکیشن رو هم، جایزه نوبل در آموزش رو هم به من بدن. هر که میتونه عکسی رو ثابت کنه، هر که میتونه ثابت کنه که معلمی موثرتر از من در دنیا هست، بیاد با هم صحبت کنیم و من ثابت کنم که اینطوری نیست. من برنامه های خیلی زیادی دارم، دوست دارم از ایران برم، چون خب میبینم نمیخوان واقعا، یعنی اگه میخواستن خب من هیئت علمی دانشگاه نکردم، من گفتم اشکال نداره، تو مدرسه نذاشتن درس بدم، گفتم اشکال نداره، درکتون میکنم، از روش تدریس من خوشتون نیومده، حالا اونا که در جریان هستن تو اینترنت سرچ کنید روش تدریس پروفسور حسینی میاد ویدیوها، یا تو همین اینستاگرامم هم آخرین مقاله‌ای که پین کردم رو ببینید، تو استرالیا و مرکز پژوهش اتحادیه اروپا منتشرش کردم راجع به تئوری ها و روش تدریس. حالا بهشون گفتم، به مسئولا و حاکما میگم اصلا فکر کنید شما که من به اندازه شما به خدا نزدیک نیستم، که البته اینطوری نیست، خدا خودش میدونه. گفتم بیاد، خب پیامبر صلی الله فرمودن اطلب العلم ولو بالسین، علم رو یاد بگیرید هرچند از کفار، اینطوری من ترجمه کردم. شما بیاد از من، یه محققم، پژوهشگرم، تو پژوهش سرا منو بذارید بگید که راجع به فلان موضوعی برای ما یه تحقیقی داشته باش، یا یه کتاب بنویس، یا یه مقاله بنویس، یا ترجمه کن. این کارم نمیکنه. الان اینو گفتم که شما تا حدودی ماهیت این مافیا، ماهیت علم و دانشمند ستیزی این مافیا تو ذهنتون بیاد، این مافیا و رهبرشون هر کی که هست. هر حال خیلی جنایات در حق من مرتکب شدن، من اینا رو میبخشم به شرطی که اجازه بدن کتاب مقاله بنویسم. گفتم واقعا دوست دارم، واقعا لذت میبرم از کتاب مقاله نوشتن، و همینطور کتاب مقالات من رو تو جمهوری اسلامی منتشر کنن. گفتم من حالا تو آمریکا نمیکنن، من نمیتونم خیلی ایراد بگیرم، بالاخره اونا تئوریسین ها و متدالوجیست ها یا نظریه پردازا و روش تدریس شناساشون زیر سوال میرن، همه میگن یه معلم توی مدرسه دور افتاده در مشهد این کارو کرده که پروفسورای اونا به قول خودشون کارو نکرده. این مافیا و رهبرشون مسلمان نیستن، چون ما دیدیم پیغمبر ائمه اطهار علیه السلام چطوری با دانشمندا تعامل داشتن. اگه به دانشمندا رو در نمیافتن که تمدن بزرگ اسلامی رو به اون صورتی که ما دیدیم در اون دوران نمیتونستن بنا کنن. این مافیا زده. بازم میگم یا اجازه بدید کتاب و مقاله بنویسم کارو زندگی کنم، یا اجازه بدید از ایران برم، دوست دارم به مردم و مخلوقات خدا خدمت کنم. اگه این کارا رو هم نکنید، خب منم به جرگه معلا شاید منتقدم، ولی خب بعد به مخالفای شما میپیوندم و بعد نمیتونید از به من ایراد بگیرید. ضمن این که اگه نگاه کنید که با من در طول 3-4 دهه چه کار کردید با من و نسل و تبار من، هرگز نمیتونید به من ایراد بگیرید که برای چی با ما مخالفت میکنید.